به نام الله، مهرورز مهرگستر. بهترین ستایش ها از آن الله است، پروردگار جهانیان، بخشنده مهربان، مالک روز جزا. بار الها، تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم. پس ما را به راه راست هدایت فرما، راه آنان که به دیشان نعمت داده ای و نه راه کسانی که بر آنان خشم گرفته ای و نه راه گمراهان. آمین. بار الها بر محمد و آل محمد درود فرست، آنگونه که بر ابراهیم و آل ابراهیم درود فرستادی، و بر محمد و آل محمد برکت عنایت فرما، آنگونه که بر ابراهیم و آل ابراهیم برکت عنایت فرمودی. و با هزاران درود و سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، الله رو شاکریم از اینکه بار دیگر این فرصت در اختیار ما قرار گرفت تا در خدمت شما خوبان و مهربانان باشیم با برنامه خودتون سفره دل. انسان هر از چند گاهی نیاز داره که یک بررسی بکنه ظاهر خودش رو، نیاز داره که یک بررسی بکنه دوربر خودش رو. طبیعت زندگی بشر و انسان اینگونه است که اگر هر چند شادابی و ترابت داشته باشه، هر چند هم که به خودش در ظاهر رسیده باشه، هر چند هم که دوربر رو تمیز کرده باشه و نظیف باشه دوربرش، طبیعت زندگی بشر، طبیعت دنیا اینگونه است که گذر زمان سبب میشه که انسان از اون تراوتش کاسته بشه، از اون شادابی کاسته بشه، از اون زیبایی های اطراف کاسته بشه و ما به فراخور حالمون و موقعیتمون مجبوراً دور بر خودمون رو یک چکی میکنیم. هر چند وقتی یک دستی به سر صورت خودمون میکشیم، یک دستی به لباسهای خودمون میکشیم و اهمیت میدیم به این موضوع، به خونه خودمون، محل زندگی خودمون، نظافت خودمون و به محلی که در اون زندگی میکنیم، محل کار خودمون، به شهر خودمون، به کره زمینی که در اون زندگی میکنیم، مسئله اهمیت به محیط زیستمون مسئله بسیار مهمی است که همیشه به فکرش هستیم و کسی در این مورد شکی نداره که انسان باید به خاطر بهتر زیستن در محل زندگی خودش، چه در محیط خانه و چه بیرون از خانه، در محیط خانه بزرگترش زمین، نیاز داره که یک بررسی بکنه، نظافتی داشته باشه و یک دستی بکشه به سر صورت. اتفاق نظر است بین تمامی اقوام و گروه هایی که روی زمین زندگی میکنن، در این مورد بعید میدونم کسی شکی داشته باشه و مخالفتی داشته باشه. اما نکته عجیب اینجاست، ما اهمیت میدیم به ظاهر خودمون و میرسیم بهش، خرج میکنیم براش، وقت میذاریم براش، چون اون رو بقیه میبینند، چون برامون مهمه، چون شخصیت ما برای دیگران مهمه، چون ظاهر ما برای دیگران مهمه و سعی میکنیم همیشه آراسته باشیم و مرتب باشیم. ولی وقتی که خیلی وقتا پیش میاد جلوی آینه وای میستیم، ظاهرا خودمون رو که نگاه میکنیم، در ظاهر مشکلی در وجود خودمون نمیبینیم، همه چی مرتب، شست و رفته، تمیز، اتو شده و ماشاءالله تازه از سلمونی خارج شده و عطر و اتکلون و آرایش و برحال بین مردها و زنهای کمی تفاوت ها در ظاهر بیشتر هست، خواهران بیشتر به خودشون میرسن، آقایون کمتر به مورد توجه میکنن، ولی خب در هر دو مورد توجه به ظاهر هست. جلوی آینه وای میستیم، ظاهرمون رو میبینیم، از ظاهر خودمون راضی هستیم اما از خودمون راضی نیستیم، از باطن خودمون ناراضیم. شاید دوربری ها رو، تحسین اونها رو ما برانگیخته باشیم با ظاهر خودمون، به به و چهچه اونها رو داشته باشیم اما باز هم آروم نیستیم، و چه بسا بسیاری از موارد اهمیت بیش از حد ما به ظاهرمون خودش دلیل بر ناآرامی باطن ماست و به خاطر فرار از اون دغدغه‌های درونی، به خاطر فرار از اون جنگ روانی که در قلب خودمون داریم، در ذهن خودمون داریم، در درون خودمون داریم، سعی می‌کنیم خودمون رو اینگونه جبران کنیم، سعی می‌کنیم کمبود درون خودمون رو، اون غوغایی رو که در درون نتونستیم کنترلش کنیم،
در بیرون خودمون بروز ندیم و ظاهرمون مرتب باشه و آراسته باشه. چقدر فکر کردیم به باطن خودمون؟ چقدر برای اصل خودمون، برای نفس خودمون، برای داخل خودمون، وجود خودمون، حقیقت خودمون، خانه اصلی زندگی خودمون فکر کردیم و چقدر به فکرش بودیم و به اصلاحش اندیشیدیم و چقدر براش خرج کردیم، چقدر براش وقت گذاشتیم، چقدر رفتیم دنبال یک مکانی که بتونیم اونجا یک لباس بهتری برای اصل وجودی خودمون پیدا بکنیم که شایسته وجود ما باشه، لباسی که عورت‌ها و معایب ما رو بپوشونه، لباسی که ما رو گرم و سرد کنه در سرما و گرمای زندگی دوربر، لباسی که ما رو زیبا بکنه، اون لباسی که وقتی دوربری‌ها شخصیت حقیقی ما رو می‌بینن، وقتی که اون دوربری‌ها با ما برخورد می‌کنن بگن به به ماشاءالله. هدف ما گرچه این نیست در اصلاح نفس، اما یکی از ثمرات اون این خواهد بود که حقیقتاً وقتی که ما به اصلاح نفس بپردازیم، دوربری‌ها هم تأثیر اون رو در وجود ما خواهند دید. مقوله اصلاح نفس رو و بازسازی قلب اصل وجود ما و مهمترین عضو بدنمون رو در برنامه گذشته به همراه شما و کارشناسان محترم برنامه آغاز کردیم و به این مهم پرداختیم و تعریفات اولیه از زبان کارشناس‌های محترم برنامه مطرح شد. همچنان در مسیر اصلاح نفس برای دست یافتن به سعادت و خوشبختی واقعی تلاش می‌کنیم تا به آرامش درونی برسیم، تا بهشتی رو در درون خودمون ایجاد کنیم و به تعبیر شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه، قبل از این که به بهشت آخرت برسیم، بهشت دنیا رو در وجود خودمون تجربه کرده باشیم. هرچند که در قعر چاهی باشیم چون یوسف نبی علیه السلام یا بر تخت شاهی نشسته باشیم چون سلیمان نبی. در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم. استاد مولانا مجیب الرحمن انصاری عزیز در داخل استودیو همراه ما هستند و افتخار دادن تا یک بار دیگر میزبان اونها باشیم، گرچه برنامه مال خودشون هست. بنده به نیابت از خودم و به نمایندگی از شما بینندگان عزیز خیلی مقدم عرض میکنم خدمت شما جناب مولانا و سلام عرض میکنم خدمت شما و خوش آمدید به سفره. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على رسوله محمد و على آله و اصحابه و من تبعهم بإحسان الى يوم الدین. قال الله تبارک و تعالی في القرآن العظیم، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، أو كما قال، صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ما هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق و علاقمندان برنامه سفره دل، خدمت همه شما خواهر و برادر، خصوصا خدمت استاد عزیز و گرامی جناب استاد فضل الحق سلیمانی حفظه الله، ما هم عرض و ادب و سلام خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز دارم. خیلی ممنونم جناب استاد. اگر اجازه بفرمایید ما بحث خودمون رو از همین آیاتی که شما اشاره فرمودید به اون و از قرآن کریم که به تعبیر خود قرآن کریم شفاء لما فی الصدور هست و به هر حال اون نوشداروی حقیقی است برای درمان بیماری‌های قلب ما علن خصوص، درباره اصلاح نفس در آیات قرآنی اگر چند آیه رو خدمت ما و بینندگان بفرمایید تلاوت بکنید تا و ترجمه بفرمایید تا بیشتر آشنا بشیم به مقوله اصلاح نفس و بازسازی قلب در قرآن کریم. وقتی که نظر به قرآن عظیم و شان بیندازیم و قرآن عظیم و شان رو مطالعه کنیم، میبینیم که تمام موضوعاتی که در قرآن مطرح شده با آن احکاماتی که ما امر کرده و با آن و از آن اشیایی که ما را منع کرده، همه اوامر و نواهی قرآن برمیگرده به اصلاح نفس. میتونیم که کل قرآن عظیم و شان، ما نمیتونیم چند آیر، فقط ما میتونیم چند آیر که به خاطر که لفظ نفس آمده ما اشاره کنیم، مثلا قد افلح
من زکاها و قد خواب در آیه ما قبل از اون اشاره به نفس داره و نفس ما مساوا، یا مثلا یا ایتا نفس المطمئنه یا ما ابری این نفس الاماره تو بسو، چند آیه لفظ نفس ذکر شده، ولی هدف از کل نزول قرآن عظیم الشان برای اصلاح نفس همین انسان بود که نفس از او خراب شد. نفس که خراب بشه انسان جنایتکار میشه، ظالم میشه، قطاع و طریق میشه، سارق میشه، قساوت قلب پیدا میکنه و مشکلات عقیدتی پیدا میشه، مشکلات عملی پیدا میشه، مشکلات خلاصه گوناگون پیدا میشه. قرآن آمد برای اصلاح همه مشکلات، قرآن عظیم الشان نازل کرد که انسان اصلاح بشه همه مشکلات حل میشه. ما به طور خلاصه و فشرده امی آیه که آیه نهم و دهم سوره شمس هست که الله سبحانه و تعالی وقتی می فرماید قد افلح من زکاها، یک نظر ما به اهمیت و عظمت این موضوع یک نگاهی به ابتدای سوره داشته باشیم. الله سبحانه و تعالی وقتی یک موضوعی بسیار مهم و حتی بین بندگان الله سبحانه و تعالی چنینه که وقتی یک موضوعی بسیار بخواهن عظمت از او نشان بدن، واقعیت از او نشان بدن، از قسم کار گرفته میشه. و الله سبحانه و تعالی هم در این سوره مبارکه بعد از 11 قسم پی در پی، مثلا و الشمس و ضحاها، الله سبحانه و تعالی قسم به شمس یاد میکنه، به روشنایی از او یاد میکنه، الله سبحانه و تعالی به قمر یاد میکنه، بالاخره به روشنایی از او، تا و الشمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یخشاها، 11 قسم الله سبحانه و تعالی بیان میکنه. در اخیر آیه 8 اشاره میکنه، میگه فالهمها فجورها و تقواها. یعنی از این آیه مبارکه چنین دانسته میشه که الله سبحانه و تعالی خیلی واضح و شفاف برای انسان الهام میکنه، نشان میده راه های فجور و راه های تقوی را، که ای انسان چی چیز نفستور مطمئن نمیسازه و چی چیز نفستور اماره میسازه. فالهمها فجورها و تقواها، الهام شده برای از ای انسان که ای فجوره، ای کار بده، ای کار زشته، ای کار نارواه، و تقواها و همچنین راه های خدا ترسی، راه های خوشبختی و راه های نیکی، اینا هر کدام هر. مثلا در ای آیه مبارکه بعد از ای که راه نشان میده که انسان های با تقوا، یعنی میتونیم بگیم انسان های خوشبخت و انسان های بدبخت، انسان های عزتمند و انسان هایی که در ذلت و خاری رفته، انسان هایی که آنها حقارت اختیار کرده و انسان هایی که سربلندی را انتخاب کرده، اشاره می کنه فالهمها فجورها و تقوا قد افلح من زکا. این اهمیت این موضوع نشان میده که رستگاری نصیب کدام انسان هایه، کدام اشخاصه، کسانی که زکاها تزکیه کردن نفس. یعنی چی؟ نفس را پاک کردن. بعدن بیان میکنه که وقد خواب من دساها، به تحقیق که آلوده کردن، به تحقیق که به راه ذلت رفتن، به گمراهی رفتن، اشتباه رفتن، به زیان کردن، خسران کردن. من دساها، کسانی که این نفس را آلوده کردن. پس از این آیه مبارکه عظمت و جایگاه نفس را الله سبحانه وتعالی میخواه برای بندگان خود متوجه بسازه. وقتی ما و شما بعد از 11 مرتبه قسم که الله سبحانه و تعالی ما پی در پی متوجه می سازه، یک نکته بسیار مهم باید بیان بشه و یقینم بیان شده، به خاطر از اینکه نفس اگر تزکیه شد، شما ببینید در آیات دیگر الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه که انبیاء علیهم السلام وقتی که فرستاده شدن و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه، در این آیه مبارکه تزکیه از تعلیم مقدم میشه. یعنی اگر نشان میده که اگر هر قدر انسان عالم شد
مثلا شما ببینیم علمای یهود در الله سبحانه و تعالی بسیار مثال بد بیان میکنه. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بسیار مثال سخته، بسیار شدیده. از سخت‌ترین تعبیرات قرآن، تعبیرات قرآنه. چرا علمای یهود تشبیه زدمشان به یک حمار؟ به خاطر چی؟ چون علم بود تسکیه فراموش کرده بودن. مثل چهارپایی که فقط کتابا رو حمل میکرد، کتابا رو حمل علم رو حمل میکرد، حمل میکرد، عمل نمیکرد. و یزکیهم، این کار انبیاء علیهم الصلاة والسلام تسکیه کردن، تسکیه کردن، پاک کردن نفس. پس آیه دیگه که الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه که و من در سوره سبح اسمه، سوره اعلا، قد افلح من تزکا، قد من تزکا. در او اینجا اشاره میکنه که کسانی که نفس را تزکیه کردن و در پی تزکیه هستن و در جستجوی تزکیه هستن و نفس را تزکیه میکنن، اینها در حقیقت به رستگاری هن. وقتی ببینیم افلحه‌ای که پروردگار بگه، الله بگه اینها کامیابن، اینا رستگارن، اینا موفقن، واقعا چه لذتی داره؟ چه لذتی کامیابی در کامیابی در زبان بلاکیف الله سبحانه و تعالی. اما چقدر سخته که الله میگه وقت خواب من دستاها، بدبختن اونهایی که نفس را آلوده کردن، بدبختن اونهایی که رفتن این نفس را، نفسی که او میشد که فالهمه ها به اونا الهام شده که و تقواها، او سیقل بدن به تقوا، او جلاه بدن به تقوا، او مزین کنن به صلاح تقوا و او نفس مطمئن نبگردانن و او سوق بدن به طرف پروردگار عالم که ارجعی الی ربک بشه. ولی اگر این انسان نفس را یک لحظه متوجه نشه و ارتسکیه نکنه و متوجه نباشه، یقینا به جایگاهی قرار میگیره که وقت خواب من دستاها گفته میشه. آیات زیادی داریم ارتباط به اصلاح نفس و پاکی نفس و قبلا هم اشاره کردم که لازم نیست که ما حتما برای بیننده ها و برای عزیزا آیه رو بخونیم که در از او صیغه نفس و یا کلمه نفس آماده باشه. کل قرآن عظیم شان، همی که ما و شما شبانه روز چندین مرتبه میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، در حقیقت ما نفس خود اصلاح میکنیم. نفس باید اصلاح بشه. ای الله، ما خاص تو را میپرسیم و خاص تو را و از تو یاری میخواهیم، در حقیقت اصلاح نفسه. وقتی که ما از الله سبحانه و تعالی میخواهیم که ای الله اهدنا الصراط المستقیم، ما را هدایت کن، یعنی چی؟ یعنی نفس ما را ای الله نفس مطمئن بگردان، ای الله نفس ما را نفسی بگردان که ارجع الی ربک بشه، به سوی تو حرکت بکنه. هدایت یافتگان در اصل همون کسانی هستن که نفس اون نفس اصلاح نفس شده. اصلاح شده باشه. و انبیاء علیهم الصلاه و السلام و اولیای خدا، قرآن عظیم شان، وقتی که ما و شما از خداوند میخواهیم که صراط الذین انعمت علیهم، ای الله به اون راهی که نعمت دادی به اونها، اونا کینن؟ اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. کل اینها رو وقتی که نگاه کنیم، اینها در اصلاح نفس پرداخته بودن، از نبیین گرفته تا صدیقین گرفته تا شهدا گرفته الی آخره، اینها همه اشخاصی بودن که نفس را تزکیه کردن و برای اصلاح نفس تلاش کردن و در راه فلاح و رستگاری قدم گذاشتن. خیلی ممنونم جناب مولانا. اگر اجازه بفرمایید ما با جناب دکتر هم صحبت خودمون را آغاز بکنیم و ادامه موضوع بحث تزکیه نفس رو با ایشون پی بگیریم. جناب دکتر، اگر صدای بنده رو دارید، من عرض سلام دارم و ادب و احترام از طرف خودم و بنابراین از بینندگان عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی حبیب رسول الله و علی آله و صحبه و من مولا. بنده هم عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت شما بزرگوار و خدمت استاد گرامیمون که شرف دادن و امروز رو ما همراه هستن، و همچنین عرض ادب و سلام دارم خدمت تمامی بینندگان عزیز. هر جای دنیا که هستید همیشه شاد و سربلند و پیروز باشید و در پناه حق. و عرض ادب و احترام هم خدمت دوستان اتاق فرمان و دست هم در کاران شبکه جهانی وصال حق که این
شرف رو به من ارزانی داشتند و منت نهادند و اجازه دادند که در خدمت عزیز باشم. در خدمت خیلی ممنونم جناب دکتر. درباره اصلاح نفس در برنامه گذشته اشاره فرمودید که ما در راه اصلاح نفس دو کار مهم رو باید انجام بدیم و یک مهمترین مسئله، مسئله تخلیه هست یا به اصطلاح تخریب اون نکات منفی که در نفس ما وجود داشته تا بتونیم جای خالی اونها رو پر بکنیم و زینت بدیم با مقوله دیگری به نام تحلیه. ما یعنی شما اشاره فرمودید برای بینندگان عزیز که انواع قسمت‌های مختلف بخش تخلیه رو و حالا اگر دوست دارید اشاره مختصری به اون هم داشته باشید که فبه حل مراد و مسئله دوم و مهمتر که باقی مانده مسئله تحلیه و چگونگی بازسازی و زینت دادن قلب و ما و شما و بینندگان عزیز و ادامه موضوع. بله، در برنامه گذشته ما گفتیم که وقتی میخواییم که قلبمون رو بازسازی کنیم و پاکش کنیم و زینتش بدیم، خب این نیاز داره که ما اون قلبی که به مرور زمان بر اثر گناهان، بر اثر غفلت ما سیاه شده و همونطور که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند وقتی انسان گناهی رو مرتکب میشه رو قلبش یک نقطه سیاهی میاد و هرچی این گناه بیشتر میشه این قلبش سیاه و سیاهتر میشه. الان ما میخواییم این قلبمون رو سنباده بکشیم، این رو پاکش کنیم. نیاز داشتیم، گفتیم که باید اول یک مقدماتی رو باید طی کنیم و این مقدمات نقطه بسیار مهمش این بود که ما اصلا خدامون رو بشناسیم. تا وقتی که ما خدامون رو نشناختیم ما خدامون رو دوست نخواهیم داشت. حقیقت محبت وقتی بروز میکنه که شما طرفی رو که میخواهید باش رابطه برقرار کنید رو بشناسیم و گفتیم که در شناخت خدا چون که ما راه رو اشتباه رفتیم، خدامون رو درست نشناختیم، در ثانی اون اوامر و دستورات خدایی رو درک نکردیم. یعنی ما اوامر و دستورات رو فهمیدیم، به ما املا شد، اما دستور دهنده رو چون که نشناختیم در پی احیانا در پی به اصطلاح شانه خالی کردن و فرار هستیم از این اوامر و دستورات. وقتی وقتی خدامون رو شناختیم خب دوستش خواهیم داشت و وقتی خدامون رو دوست گرفتیم اون وقت است که ما میایم در فکر به اصطلاح صافکاری و پاک کردن قلب خودمون میشیم و اون عادتها و تقالید ناشایستی که تو ما هست، اون مسائلی که باعث شده ما رو به طرف گناه بیشتر بریم، اونها رو از خودمون دور میکنیم. بعد از این مرحله میایم که زمین پاک شد، مثل کشاورز مثال زدیم که زمینش رو پاک میکنه، آمادهش میکنه برای کاشت. الان میاد وقت کاشتن هست. اون صفتها و به اصطلاح ویژگی هایی که ما نیاز داریم اونها در قلبمون باشه، اونها رو میاریم که قلبمون بارور میکنیم. مهمترین نقطه ای که ما باید در فکر اینش در فکرش باشیم اینه که ما احساس کنیم که خداوند ما رو میبینه، خداوند همیشه ما رو زیر نظر داره و هر کار کوچک و بزرگی که ما انجام میدیم این در پیش خداوند ثبت میشه و ما در مقابل اون بازخواست میشیم و جوابگو هستیم. این به اصطلاح یک ویژگی خاصی هست که خداوند به من انسان داد. وقتی که من آفرید به من قدرت اختیار داد که من آزاد هستم، هر چیزی رو که خودم میخوام انتخاب کنم. شر رو، بدی و خوبی رو خداوند برای من روشن کرد. اینجاست که هر انسانی در واقع عبارت از مجموعه از عادتها، مجموعه از مرامها که خودش برای خودش انتخاب میکنه. الان ما سعی میکنیم که این عادتهای خوب رو در خودمون پدید بیاریم، اینها رو در خودمون زنده کنیم و در واقع قیمت هر انسانی هم هست به قیمت همون رفتاری و سلوکی که بر اثر عادت‌ها و تربیت در خودش به وجود میآید. و الا انسان ها همه مثل هم هستن، همه دو پا دارن، همه شکل و قیافه‌شون مثل هم هست. یا مثلا انسان ها مثل، اگه مثال بزنیم، مثل دست شکن. در این دست شک ما
برگه های زیادی داریم، همه برگه ها هم شکل هم هستن، قیمت یک برگه و بهای یک برگه و ارزشش از دیگری در چی هست؟ در همون شماره و همون مبلغی که روی اون دست برگه نوشته میشه، و قیمت هر انسانی هم در واقع به همون عادتها و سلوکی که خودش در خودش به وجود میاره و هدفش ساختن خودش هست در اون هست. و پس این در این نقطه ما باید سعی کنیم این عادتها و عبادتها رو در خودمون زنده کنیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در حدیث قدسی از پروردگار یکتا نقل می کنند که خداوند می فرماید ما یزال عبدی یتقرب الی بالطاعات حتی احبه، بنده من با کوشش و توان خودش با تلاش خودش در عبادت ها سعی می کنه که خودش رو پیش من عزیز کنه، پیش به من نزدیک کنه تا یک مرحله برسه که من اون رو دوست داشته باشم. وقتی که خداوند بندهش رو به دوستی میگیره میشه خلیل الله، مرتبه محبت خداوند. وقتی خداوند بندهش رو به دوستی گرفت، اون وقت راهنمایی و کنترل این بنده دست ریموت الهی میشه، دست به اصطلاح توفیق الهی هست. این اینجاست که فرد دستش، کار دستش، حرکت دستش با توفیق و هدایت الهی میشه، حرکت پاش با توفیق و هدایت الهی میشه، چشماش تنها اون چیزی رو میبینه که خدا دوست داره، گوشش تنها اون چیزی رو میشنوه که خدا دوست داره، زبانش تنها اون چیزی رو میگه که خدا دوست داره. چرا که همه اینها مهارش میشه در خداوند متعال، و خداوند اون فردی رو که دوستش داره اون رو در مسیری هدایت میکنه که خداوند میخواد، و در اون مسیر رضایت الهی و در اون مسیر بهشت برین هست. در بعد از این مرحله یا بعد از این نقطه که ما اومدیم و در خودمون یک عادتهایی رو کاشتیم، خب ما همون کشاورزیم، اومدیم یک نهالهای خوبی رو در باغ خودمون در باغ درمون کاشتیم، الان این نهالها نیاز به آبیاری هم داره، باید در ذهن این باشیم که این نهالها رو بهش تغذیهشون رو درست بدیم، کود درستی بدیم، باب درستی بدیم، و اینا در واقع همون اعمال صالحی هستن که ما در خودمون به اصطلاح روشون کار میکنیم. اعمال صالح از نماز گرفته، از انفاق در راه خدا گرفته، از روزه، از حج، از تلاوت قرآن، از ذکر و نیایش خداوند متعال، تفکر و اندیشه در خلقت لامتناهی خداوند، این خلقت بزرگی که خداوند آفریده، هدف از این آفرینش ابر و ماه و مه و خورشید و فلک همه در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری، از همه اینا به ما کمک میکنه که ما به اصطلاح به این صورت قلبمون رو که صافش کردیم، درستش کردیم، آبیاریش کنیم، با تذکر و یادآوری موت بریم به قبرستان سری بزنیم، مردگان رو ببینیم، و همیشه یادمون باشه که همین لحظات شاید آخرین لحظات من باشه، و من هر کاری رو میکنم فکر اینش باشم که قبر که رفتم چه جوابی دارم، چه کار، چه به اصطلاح سوالی از من پرسیده میشه و من چه آمادگی دارم، همیشه احساس کنم که خداوند منو زیر نظر داره و کوچک بزرگ من به اصطلاح ذره ذره من یادداشت میشه و ثبت میشه، و این دستا این جسم من روز قیامت شهادت میده پس من در زیر کنترل کامل هستم، و بعد با امر به معروف و نهی از منکر، با خدمت به مردم، با تواضع و فروتنی، با درک و شعور به این که راهای شیطان، ورودی شیطان چی هست به دل، با شناخت بیماری های قلب و راه های نجات از اون و درمان اینا، همه اینها رو در خودم به صلاح سبز می کنم، در خودم به صلاح به وجود میارم، همه اینها رو مد نظر می گیرم، به این صورت اون قلبی رو که در اول پاکش کردم الان دارم با اخلاص اون رو
کاشت میکنم، الان آبیاریش میکنم، آبیاری که شد من یک قلب پاکی دارم، یک قلب پر از توفیق الهی، پر از برکات الهی. الان میمونه که خب این باغ باغی است که دزدا اونو نخواهند گذاشت که همین سرسبز و به صلاح شاداب باشه. اینجا نیاز هست که من ازش حراست کنم، ازش پاسبانی کنم. راه های ورودی شیطان، راه های ورودی هوا و هوس، راه های ورودی نفس اماره ای که جناب استاد بهش اشاره فرمودن، همه اینها رو باید مد نظر داشته باشم. حالا این قلبی که من دارم در واقع مثل عسل هست، مثل شهد و عسل هست. این عسل زیبا خب باید زنبوری باشه که ازش دفاع کنه، این گل زیبا باید در کنارش خارای زمختی باشه که از این گل و شادابی اون دفاع کنه، تا نشاید دزدانی و رهزنانی اون رو مثلا به یغما ببرن، قطع کنند و از ما ببرند. این برخی از موارد است. البته موارد دیگه هم هست که در ادامه برنامه عرض می کنیم. بیشتر من تمنا دارم که در از منظر استاد بیشتر استفاده کنم. خواهش میکنم. خیلی ممنون جناب دکتر. برمیگردیم داخل استودیو و در خدمت جناب استاد خواهیم بود. جناب استاد، درباره اصلاح نفس، اشاراتی که جناب دکتر هم داشتن، نکات بسیار ظریفی رو اشاره فرمودن بهش، انواع اصلاح نفس چگونه است؟ ما وقتی که از اصلاح نفس صحبت میکنیم چه قسمت هایی رو باید بیشتر مد نظر داشته باشیم؟ اولا تشکری میکنم از جناب استاد بزرگوار، جناب حضرت مولانا دکتر عمرا حفظه الله، که در ابتدا خدمت ایشان سلام نکردم. با بزرگواری خود ما را ببخشن، خدمت ایشان عرض و ادب و من سلام دارم. من باید معذرت خواهی بکنم که فرصت در اختیار شما قرار نگرفت. خدمت ایشان عرض و ادب و سلام دارم. اگر بخواهیم نفس را طوری که تقسیم کردیم به سه قسم، نفس مطمئنه و نفس لوامه و نفس اماره، اصلاح نفس هم میشه که به سه قسم تقسیم بشه، به سه نوع تقسیم بشه. تزکیه النفس بالعمل، علما می نویسند، کتاب ها نوشته شده، و همچنین تزکیه النفس بالقول، تزکیه النفس به ترک المحظور یا محظورات. تزکیه النفس بالعمل یکی از راه های اصلاح نفسه. خیلی از انسان ها میخوان نفس را اصلاح کنن، یا تنها به جنبه قول میپردازن، یا تنها به جنبه عمل میپردازن، یا تنها به جنبه محظور. اگر اینها به تنهایی پیش برن نفس اصلاح نمیشه. یعنی مجموعه مجموعه باید که هر سه این قسمت را، کسی که بخواه نفس خود را، نفس مطمئن یا نفس زیبای بگردانه، باید ایسه عمل را در پیش بگیره. جناب مولانا ببخشید، مثلا میشه جزئیاتش رو بیشتر توضیح بدیم، مثال هایی داشته باشیم در این زمینه؟ تزکیه النفس بالعمل، وقتی که ما و شما میگیم تزکیه النفس بالعمل، مثل نماز، مثل روزه، مثل زکات، حج، عبادت های عملی. عبادت های عملیه. مثلا مسئله عقیده که هست، میگیم پروردگار عالم ذاتیه که لا شریک له، ما به این عمل کردیم و مجرد که واقف شدیم در کتابم که میخوانیم الله سبحانه و تعالی واحد لا شریک له، در این عمل از این همینه که در قلب ما وقتی به زبان ما جاری شد قلب ما تصدیق بکنه. اما اگر ما بگیم که نماز صبح 2 رکعت فرضه، ظهر 4 رکعت فرضه، عصر 4 رکعت فرضه، مغرب 3 رکعت فرضه، عشاء 4 رکعت فرضه، خب مطمئن زبان ما هم گفت، قلب ما هم تصدیق کرد، یقینم داریم، یقینم کردیم. ولی اگر نخوانیم چه فایده؟ نفس در اینجی تزکیه نمیشه. پس اصلاح نفس یا تزکیه النفس بالعمل اینه که وقتی ما یقین داریم و باور داریم و ایمان داریم به مسئله نماز، باید نماز بخوانیم، به روزه، روزه بگیریم، به حج، زمانی که شرایطش مهیا شد باید حج بریم،
و همچنین زکات، زمانی که مالک نصاب شدیم زکات بدیم، زمانی که در جهاد دعوت شدیم جهاد بریم، زمانی که امر به معروف و نهی از منکر وظیفه و مسئولیت ما باید انجام بدیم. پس اینجا این تزکیه نفس بالعمله، یعنی یک شخص اگر نماز نخونه، روزه رمضان نگیره، حج بری و فرض حج نکنه و زکات مال و سرمایه دار نده، به هیچ عنوان اگر در سالها هم جستجوی تزکیه نفس باشه، هرگز به مقصد و مقصود و مطلوب نمیرسه. دوم، تزکیه نفس بالقوله. یک نفر نماز هم میخونه، روزه هم میگیره، زکات هم میده، حج هم میره بالاخره، اما خدای نخواسته یا نعوذ بالله من ذلك فول دروغ میگه، غیبت میکنه، تهمت میزنه، ای به هیچ عنوان نمیتونه نفس رو تزکیه کنه، چون به عرصه دوم قدم نگذاشته. تزکیه تو نفس بالقوله یعنی چی؟ وقتی ما به قول، به سخن خود باید صادق باشیم، باید راستگو باشیم. بیشتر بزرگان این میسن که بیان میکنن تزکیه نفس بالقول اینه که ما تلاوت قرآن عظیم و شان داشته باشیم، قرآن رو با تفکر و تدبر بخوانیم و دعا کنیم، نیایش داشته باشیم به درگاه الله سبحانه و تعالی و سخن نیک بگیم. به تعبیر حدیث رسول معظم صلی الله علیه و سلم که اگر شما میتوانیم سخن نیک بگیم، اگر نمیتوانیم اولی اسمت، شما سکوت کنیم. پس این تزکیه نفس بالقول، آیا اگر کسی تزکیه نفس بالعمل یعنی نماز، روزه، زکات، حج، جهاد همر داشت و تزکیه نفس بالقول سخن نیکو هم بگه، قرآن هم بخونه و بالاخره، آیا تزکیه نفس به ترک محظور نداشته باشه، یعنی نعوذ بالله من ذلک به کنار راستگویی، به کنار نماز و اینها قدم به منهیات الهی بگذاره، به محرمات قدم بگذاره، آیا نفس از تزکیه میشه؟ هرگز. پس تزکیه نفس به ترک المحظور یعنی چی؟ یعنی اجتناب کنه از محرمات و سایر معاصی، چی صغیره باشه و چی کبیره باشه. ما در برنامه گذشته اشاره کردیم که نفس مطمئنه نفسیه که اصلا میل به گناه نداره، قدم به گناه نمیگذاره، چی صغیره باشه چی کبیره. پس این سه قسم انواع نفس که برای اصلاح نفس، تزکیه نفس بالعمل، تزکیه نفس بالقول و تزکیه نفس به ترک المحظور که اجتناب از محرمات و سایر معاصی حتی صغیره، نه تنها کبیره حتی صغیره. اینج این نفس نفس میشه که برای از او گفته میشه که یا ایتها النفس المطمئن. پس چون مولانا میفهمید، یعنی این بخش هم در تکمیل صحبت جناب دکتر که فرمودن یکی از مراحل باستاس این است که ما حفاظت بکنیم، یعنی هم باید از عبادتهای خودمون حفاظت بکنیم در مرحله عمل، هم از گفتار و زبان حفاظت بکنیم و هم حفاظت بکنیم از اینکه ما واقع نشیم در اون چیزی که الله تعالی و رسول صلی الله علیه و سلم منع کردن. اگر اجازه بفرمایید جناب استاد، به همراه بینندگان عزیز میان برنامه رو میبینیم و بعد برمیگردیم، ان شاء الله ادامه موضوع رو با شما پیگیری خواهیم کرد. با ما باشید بعد از این میان برنامه. العفو منك إلى آمني والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني حسن ظني حسن ظني ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء يا ربي ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء يا ربي فإذا رددت يدي
من ذا يجيب دعايا فإذا رادت يدي من ذا يجيب دعايا أنت مولاي ارحمني واعف عني أنت يا معين أعني ارحمني واعف عني أنت يا معين أعني علما زدني منك إلهي والذنب جاء مني العفو منك إلهي والذنب جاء مني والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني حسن ظني حسن ظني حسن ظني حسن ظني تلفن گویای شبکه جهانی وصال حق. شما بینندگان عزیز می توانید دلگفته هایتان، پیشنهادات و انتقادات، پرسش های شرعی و اخبار اهل سنت را به راحتی و در تمامی ساعات شبانه روز با ما در میان بگذارید. شماره های تماس با ما 2044-33-20-12-62 2044-14-20-28-10-79 با سلام و با تشکر از تماس شما بیننده گرامی با سامانه پیامگیر شبکه جهانی وصال حق، لطفاً برای طرح انتقادات و پیشنهادها کلید شماره 1، طرح پرسش‌های شرعی کلید شماره 2، برای بیان دلگفته‌هایتان کلید شماره 3، جهت ارسال اخبار اهل سنت کلید شماره 4 و برای ارائه مطالب دیگر کلید شماره 5 را انتخاب نمایید. تلفن گویای شبکه جهانی وصال حق منتظر صدای گرمتان وصال حق، منبر توحید و حقیقت. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. و از میان هر امتی گواهی بیرون می آوریم و می گوییم دلیلتان را بیاورید، آنگاه در میابند که حق با الله است و آنچه سر هم می کردند گم و نابود می شود. وصال حق، منبر توحید و حقیقت. با عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، همچنان با شما هستیم با ادامه موضوع بازسازی قلب در زیر مجموعه اصلاح نفس. جناب مولانا درباره
نفس چند مدت دو برنامه است ما داریم صحبت میکنیم، خیلی ساده تر راحت تر اگر راهکارهای عملی تر برای مبارزه با نفس و اصلاح نفس بخواین چند تایی پیشنهاد بکنین، چه راهکارهای شما برای ما و بینندگان عزیز دارید؟ واقعا نفس یک جریان بسیار مهم و یک موضوع مهمه که قرآن عظیم و شان میبینیم که با ما اشاره میکنه در سوره شمس که بعد از 11 مرتبه قسم و برای اصلاح نفس و این انسان هایی که اصلاح کردن و اصلاح میکنن اشاره کرده. ما اگر به طور خلاصه و فشرده، اگرچه به بعضی از این نکات در هفته گذشته و همچنین جناب دکتر اشاره کردن، وقتی میگیم اصلاح نفس چی راههایی باید در پیش بگیریم، اصلاح نفس، اصلاح روح، اصلاح قلب، همه اینها تعبیراتیه که اگر روح اصلاح شد قلب اصلاح میشه، اگر قلب اصلاح شد نفس اصلاح میشه، اگر نفس اصلاح شد هر دو اصلاح میشه. اگر به طور خلاصه و فشرده، چون موضوعات زیاد هست، موضوع اول اینه که معرفت به الله سبحانه و تعالی حاصل بشه، یعنی قدم اول، چون جناب دکتر هم اشاره کردن هفته معرفت الله سبحانه و تعالی، یعنی اگر ما وقتی الله سبحانه و تعالی نشناسیم و معرفت نداشته باشیم به هیچ عنوان نمیتونیم نفس را اصلاح کنیم. نکته دوم اینه که پرهیز از حرام خیلی مهمه. مثلا یک شخص به تعبیر حدیث رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم، وقتی قدم به حرام میگذاره، مطعم و حرام، ملبس و حرام، مشرب و حرام، وقتی لباس حرام باشه، مشرب حرام باشه، اینها حرام باشه، جسم به حرام تغذیه بشه، الله سبحانه وتعالی میگه چگونه ما دعای ازیر قبول کنیم، ما چگونه بالاخره یعنی صدای این را بشنویم. امروزه اگر کسی مثلا درآمد از او از رشوته، سرمایه از او در سوده و مثلا از راه دزدی، اختطاف، سرقت، اختلاس، خلاص از راه حرام سرمایه جمع میکنه، کم فروشی، همه اینها، ویل للمطففین الذین، سبک دادن، ارزان دادن، بالاخره این چه کار میکنه؟ این خوب سرمایه که به دست آورد، حالا میره کنج مسجد میشه، نفس پاک میکنه، این نفس پاک نمیشه. این مثل از اینه که ما یک به اصطلاح یک دنشیر که آب بله، یک دنشیر شیر آب از اونجی خون بیایه، ما خواسته باشیم که لباس ما پر از خون شده باشه او رو نظیف کنیم، نمیشه خون رو با خون شست، باید با آب شست. قلب هم باید که پاک، وقتی تصمیم پاکی از او میگیریم و نفس را تصمیم پاکی میگیریم، باید اولین مرحله روی این حلال بیایه، پرهیز از حرام. به هیچ عنوان رشوت خور نمیتونه نفس را پاک کنه، ولی او که صدها مرتبه به حج بیایه، صدها مرتبه بالاخره طواف کنه، هزارها مرتبه به عرفات بره، سود خور عین شکل، بالاخره از راه حرام بیا به حج، از راه حرام مسجد آباد کردن، از راه حرام زکات و خیرات دادن، از راه حرام این نفس را پاک نمیکنه. حکایت آب گلالو که سرچش بلا پاک، ان الله طیب لا یقبل طیب، الله پاکه، غیر از پاکی هم دیگه هیچ چیز قبول نمیکنه. پس بناهن اول گفتیم معرفت الله سبحانه و تعالی، دوم پرهیز از حرام. تو ما نسبت به انبیا هم داریم، یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و عملوا صالحا، نسبت به مؤمنین هم داریم، یا ایها الذین آمنوا کلوا من الطیبات، چون الله سبحانه و تعالی به سیستم انسان خالق دیگه، آشنایه، الا یعلم من خلق، الله سبحانه و تعالی میدانه و میفهمه. اگر این مثال بارها و بارها گفتم که اگر یک مثلا سیاره یا موترهایی که در سال 2014 خب موترهای سیستم و پیشرفته و با مدل بیرون میشه، خب بنزین از اوی وز بشه حرکت نمیکنه، بنزین طائره تیاره یا هواپیما وز بشه پرواز نمیکنه. انسان را الله سبحانه و تعالی به سیستم ساخته که به داخل ماشین انسان، یعنی بطن انسان، روح انسان، روان انسان، قلب انسان، فکر انسان حرام داخل شد،
کمپیوتر وقتی که ویروس بعضی ویروس های کم داخل میشه کلن به هم میرزونه سیستم هر. حرام در وجود انسان داخل شد سیستم هر به هم میرزه، نفس هر سرکش میکنه، به اصطلاح نفس هر تبدیل به یک سگ دیوانه میکنه، به یک چیزی که به هیچ عنوان حیوان درنده میشه. اولای که کل انعام بل هم اضل میشه. پس این دوم بود. سوم تفکره، برای اصلاح نفس تفکر انسان فکر بکنه. میگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن تفکر ساعت خیر من سنین، تفکر کردن یک ساعت بهتر از 2 سال و بعضی روایت ها چندین سال با ارزش تره. به اینه که انسان یک لحظه فکر بکنه چی بودی، کجا بودی، به خاطر چی آمدی و کجا میری. انسان به این فکر باشه متوجه میشه که این نفس باید اصلاح بشه. ما اگر بخوایم که واقعا با اطمینان قدم به عالم برزخ بگذاریم، با اطمینان قدم به او صحرای محشری که چقدر وحشتناکه بگذاریم و با آرام خاطر به طرف جنت الفردوس بریم، ما نیاز به یک نفس مطمئنه داریم. ببینیم اندک سفر مد نظر مانه متوجه پرسان میکنیم که برادر از اینجا مثلا تا فلان کشور تا فلان شهر تیاره چند ساعت میبره، موتر چند ساعت میبره، موترهای بزرگ، موترهای خرد، همه اینها رو جستجو میکنیم، همه اینها رو پرسان میکنیم. ولی انسانی که خیلی گپا پیش رو داره، 1000 سال پیش انسان ها فوت کردن تا امروز در عالم برزخن و امروز فوت کنیم خدا بهتر میفهمه چند هزار سال دیگه در این عالم قرار داریم، آیا فکر بنزین ایرار کردیم؟ فکر یک نفس که مار این وسیله که مار میبره، این وسیله که مار انتقال میده. پس همین یک لحظه تفکر کردن، فکر کردن، ای انسان چی بودی، چی بودی، کجا بودی، کجا آمدی، به خاطر چی آمدی، کجا میری. این انسان وقتی به تفکر این قضیه پی ببره و در 24 ساعت لااقل 1 ساعت رو به فکر اختصاص بده، خود به خود نفس اصلاح میشه، مطمئن نمیشه و پی میبره به جایگاه اصلی خود. دید انسان نسبت به زندگی تغییر میکنه. چهارم مراقبت که در هفته گذشته اشاره کردیم، مراقبت الله سبحانه و تعالی، مراقبت فرشتگان، مراقبت بالاخره زمین، مراقبت اعضا، اینها رو باید که مد نظر داشته باشه، چون به این نکته خیلی توضیح نمیدیم اشاره شد. پنجم معالجه مفاسد اخلاقیه، ای برای اصلاح نفسه. معالجه مفاسد اخلاقی، یک نفر بخیله. جالب اینجیه جناب استاد سلیمانی صاحب که به مجردی که سر ما درد میگیره از شما پرسان میکنم که جناب استاد بسیار درد سرم، کدام دکتر به این میفهمه؟ مجرد دست ما به درد میایه، به مجردی که از اعضای بدن درد میگیره، اگر شوشه، گرده، اگر بالاخره کلیات قلب، پرسان میشه کدام کشور، کدام دکتر، کدام فلان فلان. شما متخصص میریم، متخصص جستجو میکنیم. ایت یک وقت شده که یک شخص بیایه پیش علما پرسان کنه که جناب استاد من بخیلم، رای حل ازی چیه؟ من حسودم، رای حل ازی چیه؟ من یک بیماری باید حل بیماری بشه. این بیماری جسمی انسان خیلی کار که بکنه از دنیا محروم میکنه، بیماری قلب، بیماری بخل، امراض روحی، روانی، اینها امراضیه که انسان را خسیر دنیا و الاخره میکنه. پس معالجه مفاسد اخلاقی، یک انسان متوجه باشه بخیله، بره در راهی که این بخل تداوی میشه، مثلا سخاوت را پیشه بگیره، ضد بخل عمل را انجام بده. اگر مثلا انسان یه زبونه، ذلیله، شجاعت رو مد نظر بگیره و اگر بغض داره، کینه داره، عداوت داره نسبت به برادران مسلمان خو، ولو که فکرش به او راه نمیره، قلبش به او راه نمیره، محبت رو مد نظر بگیره،
پس این پنجم معالجه مفاسد اخلاقی برای اصلاح نفسه. برن بالاخره جستجو بکنه که اگر حسادت در زندگی هست ایر چگونه میشه تبدیل به محبت کرد، ایر چگونه میشه که تبدیل به فرحت و خوشحالی و همدردی و تعاون و اینها کرد. ششم، استاد نیکو انتخاب بکنه. صحابه چرا صحابه شدن؟ این جایگاه، این عظمت، این بزرگی ایر از کجا پیدا کردن؟ ایر همنشینی با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. تابعین، وقتی ما میگیم تابعین، فلان عالم بزرگوار از جمله تابعی هست و تابعین هست. این عظمت در تابعین از کجا پیدا کردن؟ چون همنشین با صحابه شدن. پس شخصی که مایه که نفس را اصلاح کنه و پی تسکیه نفس، استاد نیکو را انتخاب کنه. یعنی به تعبیر امروزی، به تعبیر امروزی که متصوفین واقعی، یعنی تصوف واقعی، نه تصوف امروزی که از اون دکانها باز شده، به معنای تسکیه و اصلاح. تسکیه و اصلاح، تصوف یعنی تسکیه و اصلاح. حضرت خواجه صاحب ابو اسماعیل هیروی رحمت الله علیه از آنهایی که به دروغ دکان باز کرده بودن برای تسکیه و اصلاح، یعنی به نام تصوف، از اونها ابو اسماعیل هیروی یک محدثه، یک بزرگه، یک شخصیته، از جمله رجال بالاخره، هم مفسر هم محدث. چی زیبا میگن؟ میگن از پیر و مریدشان چی میپرسی؟ من به این واسطه مقدمه ای اشاره میکنم که امروز خیلی اشخاصی به دنبال اصلاح نفس هست ولی دست به هر ناکس میده. خیلی مهمه. پشت کسی میره بدتر از خودش. بدتر از خود از او. من. میگن از پیر و مریدشان چی میپرسی؟ دجال و خرند و عرش و کرسی. وقتی در مجلس از اونا بشینی از عرش و کرسی به تو صحبت میکنن، ولی اعمال اینا، اعمال اینا دجالانه. ایر ابو اسماعیل هیرویش رحمت الله علیه میگن. ولی یک استاد نیکو برای اصلاح نفس، یک محدث، یک راهنما، یک مفسر، یک راهنمای واقعی، یک عالم به قرآن، یک عالم با تقوا، پرهیزگار، متقی که خود از او در اصلاح نفس و در راه اصلاح نفس قدم گذاشته باشه و متبع سنت و متبع چیز واضح و مسلمیه. که اگر اصلاح نفس بدون کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ای بیخی محاله. پس نکته ششم ای بود که استاد نیکو انتخاب کردن برای اصلاح نفس. هشتم، همنشین خوب. حالا یک نفر، یک فرد، یک استاد برای خو انتخاب میکنه و از او پیروی میکنه، استاده و بالاخره، اما مهمه که همنشین با انسانهای صالح، دوستان خوبی داشتن. کسی دعوت میکنه به خانه خود، انسان صالح دعوت کنه. به تعبیر حدیث رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم که میفرماین شما نان خور با متقین بدهید. یعنی چی؟ یعنی به دسترخان شما متقین بنشینه، اشخاصی به دسترخان شما بشینه که اونها خدا ترس باشه، اونها خشیت الهی رو در دل داشته باشه. پس حالی اگر چی خواهره و چی برادره، در دنیا هر کس نیاز به دوست داره، نیاز به رفیق داره، نیاز به هم نشین داره. انسان باید هم نشین خوب، چی در مکتبه، چی در مدرسه، چی در پوهنتونه، چی در به اصطلاح امروزی دانشگاهه، و چی در بازاره، و حتی چی در مشتریه. اگر کسی مایه که نفس از اون نفس مطمئن نیه، یک دوکان داره، میبینه که یک انسانی که او به شریعت مقدس اسلام برابر نیه، حتی او رو به عنوان مشتری انتخاب نکنه. که لحظاتی میاد در مقابل تجارتخانه از او، لحظاتی میاد در مقابل دوکان از او، اگر او انسان فاسدی باشه اثر خور بر او میگذاره. اگر انسان صالح باشه و متقی باشه و پرهیزگار باشه، باز هم اثر خور میگذاره در همون لحظات. پس انتخاب کردن همنشین و دوست در تمام عرصه ها. جناب مولانا اگر اجازه بفرمایید ما ادامه موضوع رو با جناب دکتر هم پیگیری بکنیم، باز انشاءالله برمیگردیم خدمت شما با بقیه راهکارهایی که دارید. جناب دکتر با عرض سلام مجدد خدمت شما، در ادامه آن چیزی که جناب مولانا داشتن میفرمودن در راههای عملی تر اصلاح نفس، دوست داریم از شما هم بشنویم نمونه های دیگری رو که به ما کمک میکنه در جریان اصلاح نفس. بله، ما در مواردی که ذکر کردیم گفتیم که ما بیاییم
تو قلبمون، تو خودمون برخی از صفات و ویژگی‌های ایمانی رو بکنیم. بعد از اون از اونها مواظبت کنیم و مواظب باشیم که این صفات‌ها و مواردی رو که به دست آوردیم در راه اونا تلاش کردیم، زحمت به خرج دادیم، اینا رو از دست هم ندیم. بعد از این مورد باید یک نقطه بسیار مهم هست و اون اینی که ادامه بدیم. هیچ وقت به صلاح خودمون رو سرکوب نزنیم که این مقدارش کم هست، این عبادتی که من انجام میدم کم هست. هر چند کم باشه، هر دم باشه، بهتر از اون چیزی هست که زیاد باشه و یکو از دستش بدیم. رمضان میاد، ما جبگیر میشیم، شروع میکنیم به عبادت، نماز، طاعات، قرآن، ذکر و نیایش. رمضان که رفت هیچی دیگه، همه چیزو از دست میدیم و از بین میره. این وقتی ما میبینیم در جایی قطره قطره آب میریزه از کوهی، میبینیم که این قطره‌های نرم خیلی کوچیک تونسته یک سنگ و یک صخره خارا رو سوراخ کنه، در حالی که یک سیل قوی، یک رودخونه قوی نمیتونه همچین کاری رو بکنه. پس همون قطره قطره خیلی ارزش داره، اما به دلیل شرط که همیشه ادامه داشته باشه. پس استمرار و ادامه دادن کار نیک، این خیلی نقطه مهمی هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگن احب الاعمال الی الله ادومها و اینقدر. بهترین عبادت ها و کارهای نیک در نزد خداوند متعال اون کار نیکی هست که دوام داشته باشه، همیشه باشه، اونو رهاش نکنه انسان. یعنی یک نوع پایبندی و یک نوع احساس مسئولیتی در خودش احساس کنه که نباید اون رو از دست بده، نباید ازش از این فرصت به صلاح غافل بشه، و حتی اگر این خیلی کم باشه. و من به نظر داشته باشیم که همیشه ما در مسیر رسیدن به خدایمون همون قاعده قرآنی رو داریم که قرآن کریم میفرماید لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، هر کی از اون میخواد که جلو بره یا پس گرده. یعنی ما دو مورد داریم فقط، یا جلو رفتن یا عقب نشینی کردن. یعنی مورد سومی که در وسط وایسته آدم بگه که من در دو سال پیش اینطور بودم یا دیروز وزنم اینطور بود امروز همون وزن رو دارم، این امکان نداره. یا ما داریم به پیش میریم یا عقب میریم. ما در مسیر زندگی در واقع مثل انسانی هستیم که روی پله‌های برقی که هست در بعضی از ساختمان‌های بزرگ، پله‌ای که میاد به طرف پایین. مسیر زندگی ما همین پله برقی است که داره به طرف پایین میاد. الان اگر ما وایسیم روی این پله، این ما رو به طرف پایین خواهد آورد. پس اگر میخوایم بریم بالا، با اون سرعتی باید بریم که بیشتر باشه از سرعت پایین اومدن اون پله. یعنی ما باید با یک نیروی سریعتر از سرعت اون پله، سرعت روزگار، باید حرکت کنیم تا بتونیم خودمون رو بالا بکشیم. این است که ما باید هدف زندگیمون رو مشخص کنیم، بفهمیم که چرا در این زندگی هستیم. همونطور که حضرت مولانا اشاره فرمودن، کی بودم، کجا بودم، کجا میخوام برم، همه این سوالها باید در ذهن ما باشه و همیشه هم این شعارمون باشه که قل آمنت بالله ثم استقم، که من ایمان آوردم به خدا و استقامت و پایبندی به اون داشته باشم. هیچ وقت به پشت نگاه نکنم، به عقب بر نگردم. برگشتن به عقب خیلی خطرناکه. اگر دوستایی که در کوهنوردی مهارت دارن، در درس کوهنوردی اول این از موارد ابتدایی که به کوهنورد یاد میدن که جان همین که میری بالا هیچ وقت پایین رو نگاه نکن. بیشتر افرادی که در کوهنوردی به زمین خوردند و جان دادن همین افرادی هستند که صعودی داشتن، یه طلوع بسیار بزرگی داشتن، پیش رفتن بالا، اما یه وقت اشتباها به پایین نگاه کردن، دلشون مثلا افتاد و خودشون هم افتادن. در مثلا میگن که آهو، سرعت دویدن آهو خیلی بیشتر از سرعت دویدن یک شیر، اما چطور که یک شیر یا تنگ میتونه آهو رو مثلا شکار کنه؟ به این خاطر که
آهو وقتی میره به صدا پرند دنبالش کرده، یه صدایی از خودش در میاد، آهو برمیگرده پشت سرش رو نگاه میکنه، دندونای وحشتناک شیر رو میبینه و دلش رو اصلا از دست میده و به صدا شکار شیر میشه. ما در مسیر زندگی همچنین حالتی رو داریم. همیشه باید امیدمون و چشامون به آخرت باشه. همیشه در زندگیمون چشامون رو بدوزیم به بهشت، به رضایت الهی، به رسیدن به مراتب عالی بهشت. و به این مشکلاتی که سر راه ما به وجود میاد، به کوتاهیایی که میشه، به گناهانی که احیانا میشه، نباید خودمون رو با اونا گره بزنیم. نباید اجازه بدیم که یأس و ناامیدی در قلبمون پدید بیاد. هی سعی کنیم که به پیش بریم و برای رسیدن به مراتب خوب ایمانی، لذت بردن از ایمانمون، یه نقطه ای هست که بسیار حائز اهمیت هست و اون اینه که دیگران رو هم دعوت کنیم. یعنی وقتی که من ایمان رو کسب کردم، خب یه نعمت بسیار بزرگی هست. شکر این نعمتی نیست که من بگم خدای الهی تو رو شکر که من به این مرتبه ایمانی رسیدم. نخیر، شکر یک نعمت ادای اون نعمت هست، رسوندن اون نعمت هست به دیگران، که خداوند متعال به آل داوود فرمودند که و عملو آل داوود شکرا. ای آل داوود، یک شکری به جا بیاری، یعنی شکری عملی هست، یک کاری انجام بدی تا بیانگر اون شکر شما باشه. در مسیر ساختن خود باید امر به معروف و نهی از منکر باشه. بدون امر به معروف و نهی از منکر، رسوندن اون چیزی که من یاد گرفتم، اون خیر رو به دیگران، لذت ایمان چشیده نمیشه. در واقع اون ایمان مثل یک شکری هست که توی یک چای شما ریخته باشید. تا شما این شکر رو به هم نزنید، چای شیرین نمیشه، اون شکر میمونه زیر چای. در همین حالت، همین تصور رو ما باید داشته باشیم در این درک و شعور ایمانیمون. وقتی تونستیم قلبمون رو بسازیم برای آلایش دادن بهتر این قلب، اینه که دیگران رو هم دعوت کنیم، خوبی ها رو به دیگران هم برسونیم و دیگران رو از این بدی ها و از این زشتی هایی که ما هم یه روزی دچارش بودیم بیرون بیاریم. نه اینکه بریم یه جایی گوشه این رو انتخاب کنیم، گوشه نشینی کنیم یا عزلت بکنیم، بگیم ما در خانقاه میشینیم، ما نمیدونم در فلان چی، خودمون از جامعه میبریم. ما همچین چیزی در دینمون نداریم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن که رهبانیت دین من جهاد در راه خداست. کسی که میخواد که از دنیا خودش رو بباره، بره جهاد. و جهاد هم در سر و صداهاست، در بین لشکر و سپاه هست. رهبانیت یا یک گوشه نشینی ما، یعنی اینی که بشینیم خودمون رو وارسی کنیم، این هم باید در داخل جامعه باشه. اعتکاف میخواییم بشینیم، اعتکاف کجا میشینیم؟ تو مسجد. مسجد هم سلوخترین جای جامعه هست که همه میان میرن و 24 ساعت درها بروی همه بندگان خدا بازه. و همین بود که پیامبران خدا هیچ پیامبری رو ما ندیریم که این پیامبر مثلا در عزلت نشسته باشه، گوشه گیری کرده باشه. حضرت نوح علیه السلام هست میگه که اینی دعوت قومی لیلا و نهارا، من ملت خودم رو شبانه روز دعوت میکردم. همیشه در بین ملتش بود. یا مثلا پیامبران وقتی گفتن که قالوا اننا كنا قبل في اهلنا مستقيم، ما همیشه در بین قوم و جماعتمون بودیم، در بین مردم بودیم. و بدون صورت انسان وقتی کسی دیگه رو دعوت میده، در واقع ترنگری هم به خودش میزنه که های چطور من به کسی میگم این کارو بکن، خودم واقعا این کارو میکنم یا نه؟ این خودش یک نوع وارسی خودش میشه، یک نوع تشویق خودش میشه، یک نوع انگیزه در خودش وجود میاد. اگه خودش کوتاهی میکنه، تشویق میشه که بیشتر به صورت تلاش کنه. بعد از اون دو مورد دیگه هم هست که اگر وقت اجازه میده من اشاره کنم و الا بریم. بفهمید بفهمید جناب دکتر، میشنویم، بفهمید. مورد بعدی اینه که ما مثلا خب در این مرحله رسیدیم، باید خب همراه داشته باشیم کسایی دیگه. انسان همیشه در محیط جامعه و دیگران که هست بیشتر تشویق میشه، بیشتر به راه میفته، از تنبلی دست بر میداره. اینه که باید در مسیر ساختن خود و ساختن قلب خودمون دوستایی انتخاب کنیم که
در این راه ما رو یاری بدن، دوستایی که از ما بهترن، از نظر ایمانی بهترن، یا حداقل در دلشون همون دردی که ما داریم اون درد رو دارن، در پی گناه نیستن، در پی ساختن خودشون نیستن. از قدیم هم میگفتن آقا به من بگو دوستات کی هستن تا من بگم شما کی هستی. و در مسیر مثلا زندگی صالحان داریم که دیگه میگفتن که تعال نؤمن ساعة، بیا یکی بشینیم با هم یه ساعتی تجدید ایمان کنیم. همین که کسی رو باشه دور خودت داشته باشی که باش بشینی گفتگو کنی، باش بشینی قرآن بخونی، ذکر خدا بکنی، عبادت کنی، به صلاح خودت رو یادآوری کنی که اون تو رو بیاد بندازی که قبری هست، آخرتی هست، شما اون رو بیاد بندازی، همه اینها به صلاح یک فضایی رو به وجود بیاریم تا بتونیم خودمون رو به خدامون نزدیک کنیم. و الا میشه مثل اون انسانی که خودش رو ضایع کرد و روز قیامت داد میزنه و گریه میکنه که یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، که ای کاش که من با فلانی دوستی نمیکردم، فلانی بود که منو از بین برد. بعد از این که همه این مسائل رو، همه این نکات رو یکی یکی انجام دادیم، یک مورد دیگه هست که اون اینه که خودمون رو خودمون یک به سلام دماتنجی رو نصب کنیم که هی چند وقت خودمون رو وارسی کنیم که من واقعا دارم درست میرم یا نه. یعنی یک میزان و یک ترازی واسه خودمون داشته باشیم و خودمون رو محاسبه کنیم. همونطور که حضرت عمر رضی الله عنه میفرمودن که حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، خودتون رو مورد محاسبه و بازجویی قرار بدید قبل از اینکه روز قیامت شما رو مورد محاسبه قرار بدن. و زینوا اعمالکم قبل ان تزنوا، و اعمالها و کارهای نیکتون رو بیارید وزنشون کنید قبل از اینکه برای شما در روز قیامت وزن بشه و شما به اصطلاح ندونید که چیکار کردید. خداوند متعال میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای مؤمنان تقوای الهی پیشه کنید. و تنظر نفس ما قدمت لغد، و هر یکی از شما نگاه کنید که برای آیندتون، برای فردای قیامتتون چه آماده کردید. وقتی کاری انسان میکنه بعد خودش میپرسه که آیا واقعا هدف من از این کار رسیدن به رضایت خدا بود؟ آیا من با این کارم میخواستم یک نوع ریا و یک نوع خودنمایی کنم؟ آیا من با انجام این کارم حقوق الهی رو به جا آوردم؟ حقوق بندگان خدا رو به جا آوردم؟ حقوقی که نفس خودم برخورم داره اون رو به جا آوردم؟ خب همه اینها رو باید مد نظر داشته باشه انسان. در واقع وقتی که خودش رو محاسبه کنه مثل یک تاجر و یک بازرگان باشه، ببینه که رأس مالش چی بود، رأس مالش همون دینش که هست کجاست و از حالش چی هست، آیا واقعا فایده کرد، اعمال و عبادتهاش بیشتر شد، کارهای نیکش بیشتر شد، خودش رو به خداش نزدیکتر کرد یا نه ضرر کرد، و اگر ضرر کرد سبب این ضرر چی بود، گناهش زیاد شد، معصیتش زیاد شد، نافرمانیاش زیاد شد، بعد بگیره خودش رو محاسبه کنه و توبه کنه. چرا که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم میفرمایند که مغمو مغبون من استوا یوما، کسی که دو روزش مثل هم بود این واقعا یک انسانی هست که ورشکسته است، این انسانی هست که به اصطلاح خودش رو ضایع کرده. و در حدیث دیگر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم از صحابه کرام پرسیدن که آدم ورشکسته کیه؟ گفتن والله آدم ورشکسته پیش شما این کسیه که هیچ پول و پره ای دستش نیست، هیچ کاری ازش بر نمیاد، مال و ثروتی نداره. فرمودن نه، ورشکسته و انسان فقیر و دست مونده اون کسی است که در روز قیامت میاد، هم نعمت ها بهش داده شده، هم عبادت ها کرده، نماز ها داره، روزه ها داره، کارهای نیک اینو هم کرده، حج رفته، همه این کارهای نیکو داره. اما وقتی اومده یک نقطه ضعفی داشت که همون گناهان و معصیت ها بود، اومد میاد روز قیامت و قدر بها اینو زده، مال اونو خورده، اینو پشت داده، به ناموس اونو به چشم بد نگاه کرده، این کار زشت کرده، اون کار بد کرده، خب چی کار میشه؟ از نیمتی هایی که گرفته این
ثروت اجر پاداش بسیار بسیار بزرگی که داره، همه اینها تقسیم میشه میدن به اون کسایی که ایشون بهشون ظلم کرده. اینو میدن ازش راضیش میکنن، اونو میدن اونو راضی میکنن، اینو میدن اونو راضی میکنن، در آخر هیچی واسش نمیمونه. هنوز هم طلبکارا هست، اون وقت که از اون گناه های طلبکارا میگیرن میندازن رو سر این و نهایتا این فردی که در ظاهر آدم با نمازی بود، آدم با تقوایی بود، این رو میدازن به جهنم. به خاطر چی؟ به خاطر اون بدیهایی که داشت. اما اگر انسان خودش رو مورد محاسبه و بازجویی قرار بده در دادگاه خودش، به خودش قاضی باشه و خودش هم کلا، در اون وقته که انسان میتونه خودش رو اصلاح کنه و نزد خداش عزیز بشه با قلبی بسیار پاک و صاف و نورانی. آمین. خیلی ممنونیم جناب دکتر، استفاده کردیم از فرمایشات شما. با کسب اجازه از محضر شما و همچنین از جناب مولانا در داخل استودیو، یک میان برنامه رو به همراه شما بینندگان عزیز انشاءالله خواهیم دید و بعد از اون ادامه موضوع رو پیگیری میکنیم. و همچنین اگر دوست دارید مشارکت بکنید در موضوعاتی که مطرح شده در برنامه، چه این موضوع چه موضوعات گذشته، با پیامک برنامه که بعد از میان برنامه انشاءالله زیر نویس خواهد شد میتونید مکاتبه بفرمایید. هفت گرو در زیر عرش کرد و گور، روزی محشر جای بگیرند و قرار، خلق اندر سختی و رنج و عذاب، مردمان باشند در احوال خراب، مردمان باشند در احوال خراب. لیکن آسایه دارند و نعیم، در پناه لطف رحمان و رحیم، خوش لقا خوشنود با اعمال خود، با سپاس آسوده حال از حال خود، با سپاس آسوده حال از حال خود. اولی هست پادشاه عدل و داد، هم که خلق از او نکردن آهو داد، عدل کرده در جهان بر مردمان، کس نبود از دستی او سوی فیغان. دومی باشد جوانی حق شناس، آن که حق را در جوانی کرد سپاس، در جوانی با خداوندی جهان، خو گرفت و کرد تا از در نهان. سومی آن مردی با مسجد قریب، آن که مسجد دوست دارد با یقین، چون کی از مسجد شود یک دم رها، روحی گردد از جسمش جدا. چارمی آن مؤمن بهر خدا، مؤمن را دوست گیرد از وفا، بحر حق با او سلامی می کند، بحر حق از او جدایی می کند. پنجمی آن کس که در پنهان و راز، با خداوند می کند راز و نیاز، از سری شوق و محبت بر خدا، قطره ای اشک بریزد در قفا، دیدگان
خشتر شود از شور و شوق، عشق حق بر قلب او مانند تاق. ششمی آن کی زن صاحب جمال، سوی خود را بخواند با سؤال. مرد بگوید من بترسم از خدا، خود رها سازد ز دست زن جدا. قلب و جسم و روح پاکش همچو آب، صاف از سرشار از مهری خدا. هفتمی آن کس که اندر این جهان، می کند این فاق در سرونی ها. کس ندارد از سخای او خبر، دست راستش از یدی چپ بی خبر. پس بکشیم ای مسلمانان دین، تا شویم از هفت گروه پر یقین. روز و شب کشیم اندر این قیام، تا به دست آید چنین جای و مقام. هفت گروه در زیر هر شکی دوگاه، روزی محشر جای بگیرند و قرار. هفت گروه در زیر هر شکی دوگاه، روزی محشر جای بگیرند و قرار. بارد سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. با شما هستیم با ادامه موضوع بازسازی قلب در مجموعه چند برنامه اصلاح نفس از سفره دل. جناب مونا، 8 مورد رو شما اشاره فرمودید از مواردی که کمک میکنه به ما در راه اصلاح نفس، و قرار بود که انشالله 20 تا برسانید. اگر ادامه موضوعات رو مطرح بفرمایید ممنون میشه. هدف از این برنامه و هدف از صحبت و اینها همه به خاطر اصلاح نفس، نه تنها خودمان، برای همه امت اسلامی هست. الله سبحانه وتعالی همه نفوس و انفاس ما را مطمئن نبگردانه. اشاره کردیم در موضوع معرفت الله سبحانه وتعالی، پرهیز از حرام و تفکر و مراقبت و معالجه مفاسد اخلاقی و انتخاب استاد نیکو و همچنین همنشین با صالحین. نهم موضوع عزم، توبه، که انسان وقتی که توبه میکنه به درگاه الله سبحانه و تعالی، و الله سبحانه و تعالی آیات زیاد ارتباط به توبه، خود توبه نشانه اصلاح نفسه. همین ندامت، پشیمانی، اینها که در وجود انسان ظاهر میشه، و الله سبحانه و تعالی میفرمه و توبوا الی الله جميعا. حتی میبینیم میگه ایها المؤمنون، شما مؤمنین، که بعضی وقت اگر به بیراه رفتیم و بعضی وقت به شما مشکل پیش آمده در نفس شما، شما هم توبه کنید. این توبه برای گناهکارا فقط نیست، نه فقط ایها المؤمنون. خب نتیجه چی میشه؟ لعلکم تفلحون، تا اینکه شما رستگار بشین. توبه کامات به همون فرقی که در ابتدای برنامه میگفته، بله بله بله، میفهم قد افلح من تزکا، من تزکا. و وقتی که توبه آمد، عزم، اراده محکم به اینکه توبه انسان نشکنه، و اگر شکست هم باز هم رجوع به توبه بشه. دهم اینه که استفاده از زمانها و مکانهای مبارک.
زمانهای خاصیه که تأثیرات خاص خود داره، مکانهایی که تأثیرات افضلیت داره. مثلا از مکان اگر صحبت کنیم، مسجد النبوی صلی الله علیه و سلم، ببینیم مکه مکرمه، مسجد الحرام، اینها مکانهای. و حتی میتونیم، شاید بعضی از عزیزان بگن که خب ما در اروپاییم، در امریکاییم، در افغانستانیم، در آسیاییم، در گوشه گوشه دنیا، ما که محرومیم از این مکانها. الله سبحانه و تعالی بهترین مکان را مساجد را گفته. در هر شهر و در هر منطقه و در هر قریه مسجد هست که حضور در مسجد، نشستن در مسجد، همنشینی با ملائکه، همنشینی با انسانهای صالحه که این نفس را مطمئن نمیسازه و در تسکیه نفس کمک میکنه. از زمانها اگر اشاره کنیم، ماه مبارک رمضان هست، میبینیم ماه شوال هست، و همچنین شاید بعضی انسان ها بگن چقدر دوره، چند ماه به رمضان مانده، چند ماه به شعبان مانده. ما زمان های نزدیک، ایام بیز، مثلا در هر ماه 13 و 14 و 15 ماه، در هر هفته دوشنبه و پنجشنبه، اینها یک زمان های خاصیه. حتی تهجد نیمه شب میبینیم، حتی بعد از نماز صبح تا نماز اشراق نشستن، میبینیم فضیلت یک عمره بیان شده، اجر و پاداش یک عمره داده میشه. به خاطر چیه؟ که الله سبحانه وتعالی میبینیم قسم یاد میگیره. والفجر که بسیاری از علما میگن که همین نماز صبح چقدر عظمت داره. پس در رکوع، در سجده، اینا همه نشان دهنده اینه که برای اصلاح نفس و برای تزکیه نفس و برای راهکارهایی که ما چگونه این نفس سرکش را بیاریم، یک نفس مطمئن و نفس زیبا و نفسی که به پیشگاه الله سبحانه و تعالی ارزش داشته باشه، او را بسازیم. مسئله دعا و نیایش هست. دعاهای مأثوره و خلوت با پروردگار عالم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، ببینیم با او عظمتی که دارن، با او بزرگی که دارن، باز هم دست بلند میکنن، میگن اللهم آتی نفسی تقواها. شما ببینیم دعا میکنن، ای الله پروردگار، تو نصیب نفس من تقوا را بگردان، نفس من رو نفس متقی بگردان، نفس با تقوا و خدا ترس بگردان. و زکاها، ای الله ارتو تسکیه کن، انت خیر من زکاها، ای الله غیر از تو دیگه هیچ کس نیه که تسکیه کنه. به می طریق دعا میکنن، انت ولیها و مولاها. پس وقتی دست به دعا که انسان بلند میکنه، بهترین دعا دعای قرآنی هست، دعای مأثور از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم جای دیگر دعا میکنن، اللهم اینی اعوذ بک من قلب لا یخشع و من دعاء لا یسمع و من علم لا ینفع و من نفس لا تشبع. این دعاهای مأثوره که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای اصلاح نفس، برای از اینکه ارتباط با الله سبحانه و تعالی برقرار بشه، دعا میکردن. موضوع سیزدهم یا چهاردهم، هرچی که شد عدد رو نمیگیریم و اشاره میکنیم که چون در زیقی وقت قرار داریم، مسئله توسله، وسیله به درگاه الله سبحانه و تعالی، که در روایات هم میاره که ما وقتی که به طرف الله سبحانه و تعالی حرکت میکنیم، باید با توسل پیش بریم، با وسیله پیش بریم. بهترین وسیله، ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها، به اسماء الحسنى توسل بجویم. ای الله تو کریمی، ای الله تو رحیمی، ای الله تو جلیلی، ای الله لطف تو مهربانی، همه غفوری، شکوری، صبوری، همه اینها. وقتی که تو، حتی ای الله تو قهاری، وقتی دل انسان به جوش میآید که امروز چقدر مسلمان ها ضعیف شدن، ای الله این نام تو قهار هست، که قهر تو جبار هست، بالاخره در تو مسلمان ها را از این مظلومیت و از این مستضعفی، از اینها، ای الله تو ذاتی که تو قادری و قدرت داری بر همه چیز، و این قدرت تو داری که این نفس را از این سرکشی بیاری بیرون و این نفس مطمئن نبگردانی. توسل به اعمال صالحه، به نماز، به قرآن، به دعا، بالاخره با انجام اینها به اعمال صالحه که هست، و همچنین به رجال صالحینی که در قید حیات هستن، انسان بره بالاخره در کنار اونها، در نزد اونها، و از اونها دعا بگیره و طلب دعا کنه، که یک شخصیت بزرگ برای یک شخص دعا کنن که الله سبحانه و تعالی به برکت دعای از او نفس انسان را نفس مطمئن نبگردانه. پس توسل به اعمال صالحه، توسل به انسانهای زنده که اونها صالح باشن، متقی باشن، پرهیزگار باشن، و همچنین توسل به اسماء الحسنا.
مسئله دیگر که از جمله راهکارها و برای تسکیه نفس کمک میکنه چیز واضح و مسئله نماز که او درست و صحیح خوانده بشه. نماز واستعینوا بالصبر والصلاه، هنگامی که شما به مشکل میخوریم نماز بخوانیم، نمازی که واقعا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. آیه جلوتر ما و شما اشاره کردیم قد افلح من زکاها، اینها رستگارن. خب در آیه دیگه بیان میکنه مؤمنین رستگار چه کسانی هستن؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، اینایی که در نماز خو خاشعن، در نماز خو خاضعن، نماز در درست و صحیح طوری که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که صلوا كما رأيتموني، شما نماز بخوانید نیستی که مرا دیدید، نمازش به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم که حضور قلب باشه، بالاخره متوجه بشه که من در مقابل کی استاده هستم، چی ذاتی که قدرتش فوق همه قدرت ها. پس نماز وسیله تسکیه نفس مشروط بر این که درست و صحیح خوانده بشه. این صلات تن ها نرفع شده بل منطقه. امینجی یک نکته اشاره میکنم، بعضی از انسان هایی که از خدا بیخبرن شکل اعتراضی بر دین، قرآن میگه این صلات تن ها نرفع شده بل منطقه، چرا انسان ها نماز میخوانن، دروغ میگن، غیبت میکنن، فحشا میکنن؟ به طور خلاصه و فشرده اینه که نماز نخوندن. من اگر دروغ میگن یا کسی اگر دروغ میگه و اگر اشتباهی از من سر میزنه، از دیگری سر میزنه، نمازم میخوانیم، نماز درست و صحیح نبوده. اگر نماز به طریق شرعی و دستورات اسلامی خوانده بشه یقینا ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر هست. موضوع دیگر قرآن، این الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر، به درستی و به تحقیق که نماز انسان را باز می‌داره، مانع میشه نماز از چی؟ از رفتن به کار زشت و کار ناروا، از فحشا و منکر. فحشا لفظ عامه، هر کار زشت و ناروایی، منکر هر کار زشت و ناروایی. یعنی اگر کسی درست و صحیح نماز بخونه هیچ وقت به راه اشتباه، چی کوچک باشه چی بزرگ، قدم نمیگذاره. قرآن خوندن با تدبر، وقتی قرآن میخوانیم، امروز بین جامعه ما رواج، یکی میگه 10 جز خوندم، یکی میگه 15 جز خوندم، یکی میگه 20 جز، هفته دو مرتبه قرآن ختم میکنم میگه، ولی از او پرسان بشه که در این هفته و در این ماه و در این سال چند آیه با تفکر و تدبر، با تفسیر و ترجمه خوانده شده. قرآنی که با تدبر خوانده بشه، با تفکر خوانده بشه، این یقینا که به اصلاح نفس، ما پیشتر اشاره کردیم که اصلاح نفس یعنی اصلاح قلب، قرآن هم شفاء لما فی الصدور هست، تا این قلب ها قلبر چکار بکنه؟ شفا بده، از همه آلودگی ها پاک بکنه، از همه زشتی ها پاک بکنه، در جو از او معرفت الله سبحانه و تعالی حاصل بشه. نکته دیگر اینه که الاستقامت علی ما شرع الله تعالی، انسان مسلمان شده، نمازم خوانده، روزم گرفته، ولی در احکامات الهی استقامت لازمه. اگر کسی رسید نماز خواند و نرسید، نخواند و گاهی روزه گرفت و گاهی نگرفت و بعضی وقت زکات داد و بعضی وقت نداد و حج شد آماد و نشد، و بالاخره اسلام به شد و نشد کار نداره. اسلام مکتبیه که ادخلوا فی السلم کافه، به تمام معنا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. پس استقامت بر او چیزی که الله سبحانه و تعالی بر ما دستور داده و نازل کرده، یعنی ما شرع الله تعالی. استقامت نفس را چکار میکنه؟ تسکیه میکنه، نفس را پاک میکنه، نفس را مهار میکنه، مطمئن نمیگردانه. موضوع دیگر توکل، توکل به ذات اقدس الهی. وقتی که شما ببینیم دشمن میخواست که صحابه را بترسانه، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجرا عظيما. آیه مبارکه ادامه میگه الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم. صحابه که جرح بر اینا رسیده بود، زخم بعد از احد، بعد از احد زخم، مشکلات، سختی ها، درد، همه اینها به اینا رسیده بود، دشمن متوجه شد که ما چرا کار مسلمان را ختم نکردیم و بالاخره اینا اکثره نکردیم. میخواستن پس برگردن، خبر رساندن که شما بریم مسلمان ها رو بگیم که دشمن پس به تعقیب شما، تا اینا فرار بکنن.
وقتی که بری از اینا خبر میرسه که قد جمعو لکم فخشوهم، بترسید از اینها، برالوی که اینا نمیترسن چه کار میشه؟ فزادهم ایمانا و قالو حسبنا الله و نعم الوکیل. این شعار شعار صحابیه، شعار اشخاصی که نفسنا به درجه مطمئنیه رسیده، نفسنا پاک شده، زکاها شده، پاک شده از همه پلیتی ها، از همه زشتی ها. تسکیه نفس هم بالعمل شده، تسکیه نفس بالقول شده، تسکیه نفس به ترک محظورات شده. اینها زادتهم ایمانا و قالو حسبنا الله، پس است الله ما را. این توکل، توکل صحابه، توکل اشخاص. پس توکل نقش داره بر تزکیه نفس و بر اصلاح نفس. بس دیگر اینه که الفقه فی الدین، فقاهت در دین پیدا بشه. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم می فرماین که من یرد الله به خیرا یفقه فی الدین. الله سبحانه وتعالی وقتی که اراده خیر رو به بنده خود داشته باشه، او فقیه در دین. یؤتی الحکمة من یشاء و من یؤتی الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا. پس فقاهت در دین اصلاح نفسه، که در دین انسان فقاهت داشته باشه. فقاهت در دین چیه؟ یعنی به معنا مفهوم قرآن آشنا بشه، به معنا مفهوم احادیث آشنا بشه، به معنا مفهوم اصطلاحات فقهی آشنا بشه، احکام دین رو بفهمه و بدانه، نفس اصلاح میشه و برای اصلاح نفس. موضوع دیگر معرفت اثر الذنوب على النفس، این خیلی مهمه. یک شخص بفهمه که چرا شریعت مقدس اسلام چرا مثلا گفته خمر، شراب حرامه، این چگونه اثری داره در وجود انسان، در روح و روان انسان. شریعت گفته حرام نخور، قمار نزن، دزدی نکن، شراب نخور، اینا چی اثر؟ وقتی که فهمید شخص اثرات گنار فهمید، نفس اصلاح میشه. حالا خیلی انسان های عاشقانه شراب می نوشن، متاسفانه نعوذ بالله من ذلك. یا یک شخص دزدی میکنه، یک شخص بالاخره آدم میکشه، لذت میبره نعوذ بالله من ذلك. ای از اثر از اینه میفهمه که ای وقتی قساوت قلب آماد، ای قساوت قلب بر روح و روان انسان و جسم انسان چی اثرات منفی داره. پس خیلی مهمه که معرفت به اثر گناه بر نفس حاصل بشه. اسباب وقایع من الذنوب، این باید انسان بفهمه. وقتی که یک شخص متوجه میشه که من دچار گناه شدم، معصیت شدم، حالا نیاز به یک سپر داره. شما ببینیم وقتی دشمن میای به طرف انسان، انسان کوشش میکنه خود مجهز کنه. اگر تیر میای، کوشش میکنه که یک سپر داشته باشه. پس وقایع از گناه باید اسباب از او فراهم بشه. قرآن عظیم شان میفرما استعینوا بالصبر والصلاه، شما کمک بگیریم به چی؟ به وسیله صبر، به وسیله نماز شما کمک بگیریم. مثلا وقایع یک شخص در وجود از او به اصطلاح امروز اگر شهوت طغیان میکنه، حالا چه کار کنه؟ دوچار زنا بشه نعوذ بالله من ذلک، دوچار چشم چرانی بشه، این قدم برسه ازدواج بگذاره. سرمایه داره، امکانات داره، ازدواج. اگر نداره، شریعت مقدس اسلام میگه روزه بگیر ای مسلمان، که روزه سپره. حتی اگر بعضی انسان ها یک زن برای از اونا کفایت نمیکنه، شاید بالاخره باز دوچار فتنه بشن، دوچار گناه و معصیت بشن، شریعت برای زن دومی اجازه داده، از رای حلال سومی اجازه داده، چهارمی اجازه داده. چیز واضحه و مسلمه که از چهار تا اضافه تر که وقتی شریعت هم بیشتر اجازه نداده و بیشتر مرد هم نیاز نداره، پیدا نمیکنه. پس به اینه که اسباب وقایع من الذنوب، شما ببینیم یک مریضی در وجود انسان میآید، فورا ما خور وقایه میکنیم، پرهیز میگیریم، چربی نمیخوریم، از روغن استفاده نمیکنیم، شیرینی نمیخوریم، هر چی که ما رو دکتر پرهیز بده، خور وقایه میکنیم، حفظ میکنیم از این وقایه از گناه چگونه باید ما راه ازیر بفهمیم. نماز، روزه، بالاخره مسجد نشستنه، که اینها موضوعاتی که بیان شد. اگر بحث مسئله اطفای غرایز جنسی باشه، گفتیم مسئله نکاحه، اگر استطاعت ندشت مسئله صوم روزه که پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان کردن. سه موضوع دیگر مانده که خلاصه میگذاریم،
ارتباط به نفس خیلی نقش داره، اصلاح نفس. شکره، شکر الله سبحانه وتعالی به جا آوردنه. ای انسان، در روی زمین مورچه ها هم را میره، متوجهیم؟ در روی زمین مورچه، پشه، ضعیفترین مخلوق پروردگار عالم، حیوانات، درنده، حیواناتی که ما اونا رو به چشم خوب میبینیم، چشم خراب میبینیم، از بعضی خوش ما میایه، از بعضی بد ما میایه. ای انسان، مگر سفارش کرده بودی به الله که تو را اشرف مخلوقات قرار داده؟ سفارش نکرده بودیم ایش کدام ما. ما نگفته بودیم ای الله ما را اشرف مخلوقات. الله قادر بود و توان داشت که ما را از جمله پسترین مثلا مخلوق خود قرار بده، ولی الله ما را اشرف مخلوقات قرار داده. اینجی بزرگترین نعمت اینه که ما اشرفم، انسانیم. در کنار انسان بودن الحمدلله مسلمانیم. در کنار ای که مسلمانیم الحمدلله، بیترین کتاب قرآن، بیترین کعبه قبله، بیترین معبود ذات اقدس الهی، الله سبحانه و تعالی چشم، گوش، هوش، فکر، عقل، همه چیز را الله برای ما داده، همه نعمت ها را داده. اینجی در مقابل اصلاح نفس یکی شکره، بنده شاکر باشیم همیشه به هر حالتی که انسان هست باید شاکر باشه. شاید بعضی انسان ها بگن خود نعمت به ما نرسیده، خود صحت مندی نعمته، اگر مریضی مریضی نعمته، مریضی نعمت. رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمایند که به پای مسلمان خار بره سبب کفاره گناه ها از او میشه. آیا موضوعی که گناهان ما را از وجود ما دور کنه و کم کنه خود از یک نعمت؟ پس صحت مندیم، نعمت شامل حال مانه، صحت مندیم. مریض هم هستیم، چون مریضی سبب دور شدن گناه ها میشه، خود از یک نعمت. پس به هر حال انسان باید بگه الحمدلله رب العالمین. نکته دیگر اینه که اشتغال به افضل الاعمال برای اصلاح نفس کمک میکنه. همیشه خود از شبها دور کنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند دع ما یریبک الی ما لا یریبک، چیزی که تو رو به شبهه میندازه، به شک میندازه، ترک بکن، برو به سوی خوبی ها، زیبایی ها، اتفاقی ها، به سوی افضل الاعمال چنگ بزن به اونها که اونها به اصلاح نفس. نکته اخیر اینه که برای اصلاح نفس اینه که کل نفس ذائقة الموت، مرگ را انسان باید همیشه مد نظر داشته باشه، همیشه ایر بفهمه و بدانه که مرگ در سراغ من می آیه. اسرائیل به بالین من قرار می گیره و روزی ای چشمانی که به ای در و دیوار باز میشه روزی بسته میشه و روزی ما در او خانه تنگ و تاریک که نامش قبر قرار میگیرم و اعمال من که او روضه من رياض الجنه میگردانه و روزی ما به صحرای محشر به ترازوی اعمال، به میزان، به حساب، به کتاب، به اینها همه روبرو میشم. پس چیزی که نفس را اصلاح میکنه نکته اخیر اینه که مرگ را هیچ وقت فراموش نکنه ای انسان. حتی نماز میخوانی به این فکر باش که این آخرین نمازم است. نماز صبح خواندی، فکر بکن که تا نماز ظهر شاید نباشی، یا آخرین ملاقات با پروردگارتونه. ظهر خواندی، فکر بکن که تا عصر نیستی. عصر خواندی، فکر کن که تا مغرب نیستی. مغرب خواندی، فکر کن که تا عشا نیستی. لحظه به لحظه، شب وقتی میخوابی دعاهای مأسوره بخوان و با کلمه لا اله الا الله چشم را ببند، شاید بیدار نشی. پس وقتی از خانه بیرون میشی به این فکر باش، شاید به خانه بر نگردی. وقتی از دوکان بیرون میشی شاید دوباره به دوکان بر نگردی. پس همه این موضوعا سبب میشه و وسیله میشه برای اصلاح نفس و برای تزکیه نفس، برای ای که اگر نفس اماره به سوی باشه این راهکارها پیگیری کنه شخص، نفس اماره به سو تبدیل میشه به نفس مطمئنه که الله سبحانه و تعالی نفس مار و نفس همه بینندگان عزیز را نفس بگردانه که گفته بشه بری از او یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. خیلی ممنونم جناب مولانا، استفاده کردیم واقعا.
و اگر اجازه بفرمایید یک سری هم به جناب دکتر بزنیم در لحظات پایانی برنامه. جناب دکتر با عرض سلام مجدد، من صحبت‌های جناب مولانا قد شیرین و شیوا بود و توصیه ها دلم نمیاد قطع بکنم، به هر حال پوزش میتونم از شما. و اگر اجازه بدید من حالا موضوع خودمون که بحث فواید اصلاح قلب و موارد دیگر رو به جلسه بعدی موکول بکنیم و درباره سوال های بینندگان که برای ما فرستادن، بیننده عزیزی پرسیدن که سلام علیکم، همیشه در قلب من یک نوع جنگ و جدال هست، مثل جنگ بین حق و باطل، و همیشه قلبم جانب حق را میگیرد و من هم آن را قبول میکنم، بیشتر اوقات باطل چنان بر من فشار میآورد گویا پایان کارم است، ولی با کمک الله من پیروزم. لطفا در این مورد برای من یک مقداری توضیح بدید. و دوستدار شما ابو حفصه، توضیح شما بین برادر عزیز و کسانی که همچین مشکلی رو دارن دیگر بینندگان بزرگوار چیست؟ اینی که به اصطلاح شما خودتون میگید که در قلب شما یک نوع جدالی هست، خب این چیز طبیعی است. شما نفس امارتون فعال هست، نفس لوامتون هم فعال هست. شما الان خیر و شر رو درک میکنید، احساس میکنید که باید به طرف خوبی برید. اشکی خداوند شما رو دوست داره، داده که درک میکنید که خوبی کجاست، بدی کجاست، راه رو دارید از شاه تشخیص میدید. الان شما نیاز دارید که درجه تقوای خودتون رو بالا ببرید. با تقوا و پاکسازی قلب انسان راه رو از شاه نجات تشخیص میده. خداوند متعال میفرمایند یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. اگر شما از خدا بترسید، خداوند یک راه رو از شما بعد در سوره حدید میفرمایند که مثلا و یجعل لكم نورا تمشون به، برای شما یک نوری، یک راهی رو نشون میده که شما در اون مسیر سعی کنید، توفیق عمل صالح به شما میده. شما سعی کنید با کثرت عبادت، با زیاد خودتون رو نزدیک کردن به خداوند و با قرآن، قرآن به اصطلاح علا به ذکر الله تطمئن القلوب، با یاد خدا قلبها آرامش پیدا میکنه. به این صورت شما میتونید به یک آرامش قلب برسید و در زندگیتون موفق بشید و انسانی مؤمنی باشید که خداوند شما رو دوست داشته باشید. سوال آخر رو از خدمت شما میپرسیم بعد مرخص میشیم، از حضور شما برمیگردم داخل استودیو. سلام، پدرم تنها پسر خانواده است و 15 سال پیش از پدرش جدا شده و از آن وقت تا حالا ما در شهر دیگری و جدا از پدر بزرگمون زندگی میکنیم. مادر بزرگم و یک عمه هم پیش پدر بزرگم بودن و او پیر بود و مدتی پیش فوت کرد. حالا پدر و مادرم بسیار پریشانن و تمام زندگیشان شده فکر و عذاب وجدان، میگن ما گناه کردیم که پیش پدر بزرگمون زندگی نکردیم. پدرم فردی موحد و خدا ترس است و هیچ وقت در حق پدرش بدی نکرده است و مرتب به او سر میزند، ولی به نظر من پدرش در حق او کوتاهی کرده و هیچ وقت پدرم را دوست نداشت، اما حالا عذاب وجدان داره. آیا پدرم در این دینی نسبت به پدرش داشته یا نه؟ بله، در حال اینی که پدرشون احساس میکنن در حق پدر بزرگ کوتاهی کردن، خب این چیز طبیعی است. در حال فرصتی نکردن که خدمت بکنن، آرزو داشتن بیش از اون خدمتی انجام میدادن انجام میدادن، اما خب فرصت نشد. شما الان بیایید پدرتون رو این قناعت بدید بهش که به اصطلاح پدر بزرگ درسته گرفته، اما هنوز شما میتونید بهش خدمت کنید. قضیه صله رحم شما با پدرتون با وفاتیشون تموم نشده. پدر رفت، شما الان بیا در برای اون کار خیر بکن، برای اون صدقه جاریه بده و بدین صورت پدرتون رو تشویق کنید تا در مسیر کار خیر برای پدر خودشون فعالیت کنن و بدین صورت آرامش پیدا خواهند کرد و این عذاب وجدان یا این عذاب ضمیر ازشون مثلا دور میشه و این هیچ موردی هیچ جایی نیست که مثلا ایشون خودشون رو نگران کنن، بیشتر فعالیت کنن و دل پدر بزرگ رو بعد از این وفات کردن هم میتونن به دست بیارن با صدقه جاریه و دعا برای ایشون. خیلی ممنونم جناب دکتر، صحبت پایانی شما رو در این برنامه با بینندگان عزیز میشنویم، برمیگردیم داخل استد. بنده از شما و از بینندگان عزیز که تا این لحظه
من رو تحمل کردید، کمال تشکر قدردانی رو دارم و از جناب حضرت مولانا تا که هم شرف یا فرمودن هم کمال تشکر رو دارم و برای همه تون آرزوی موفقیت، شادکامی و پیروزی و از همه تون التماس دعا دارم. خدا یارتان تا دیداری دیگه انشاءالله که در خدمت شما باشم. خدا یار و نگهدار شما. جناب مولانا، بیننده دیگری پرسیدن که با سلام، من 1.5 سال با یک دختری نامزد بودم، اون بعد از 1 سال مخفیانه با یکی آشنا میشه، در ادامه هم نامزدیمونو بدون هیچ دلیل به هم میزنه، بعد 2 ماه بعد از اون جریان به هم زدن با اون شخص ازدواج میکنه، اما من هنوزم دوستش دارم، چیکار کنم؟ اگر برایش دعای بت بکنم آیا گناهکارم؟ لطفا حتما جواب بدید. اولا او برادری که در مقابل خواهر اینقدر بی تفاوتی کرده و بی وفایی کرده، الله سبحانه و تعالی او را هدایت کنه و ما هم برای از او طلب هدایت میکنیم. موضوعی که در بین اینها وقتی که طلاق آمده و از هم جدا شدن، قرآن عظیم شان میفرمایه که و این یتفرقا یغنی الله کلا من سعته، وقتی که در بین زن و شوهر جدایی آمد، الله سبحانه و تعالی هر یک از هم دیگر بی نیاز میکنه، طوری که او رفته خانومی گرفته به میل دل و انتخاب کرده و امروز در کنار از او زندگی میکنه. و توصیه ما به این خواهرم اینه که قلب خور از طرف او جوانی که او قلب نداشته به طرف ازی و محبت نداشته، این هم قلب خور دور بکنه و میل پیدا کنه به طرف شریعت مقدس اسلام و جای دیگری الله سبحانه و تعالی بخت او باز بکنه که ای هم قدم به ازدواج بگذاره و مورد پسند خور انتخاب بکنه. و اما میمونه جریانی که ما محبت دارم و بددعایی کنم، آیا جایزه؟ یه عجب جمله متعارضه با هم دیگر که هم محبت و هم دعای بد. ما از این خواهر این خواهش دارم که نه محبت کنن چون او یک فرد بیگانه شده و نه دعای بد بکنن، چون دعای بد برای هیچ انسانی درست نیه که در حق یک شخص بشه. دعای هدایت بکنیم، ما هم برای از او برادر دعای هدایت میکنیم و برای این خواهرم فقط توصیه اینه که طوری که او رفته از لحاظ شرعی هیچ اشکال نداره، افتر از زن دوم گرفته و این خواهر را که طلاق داده و این خواهرم بعد از گذشت عده میتوانه با خاطر جمع شوهر دیگر انتخاب بکنه و در کنار از او با عشق و با محبت زندگی کنه. اگر جریان برای آقای بوده باشه، ظاهرا طرف شاید پسری دختری نامزدش بوده و رفته با کسی دیگر ازدواج کردن و پسر تنها مونده باشه، اگر این گونه بوده باشه، من اینجوری برداشت کردم که جریان، حالا اونم که شما توضیح فرمودید خب یک صورت دیگری مسئله است و خب فرقی هم نمی کنه، در اصل یک مسئله است و برداشت من اینه که ایشون پسری هست که خانم ایشون مثلا نامزد ایشون که خانم بوده و رفته با کسی دیگه ازدواج کرده، حالا پسر تنها مونده میخواد بددعایی بکنه بر ضد نام. چنین صورتی در دین اجازه داده نمیشه که وقتی دختر به عقد نکاح یک پسر بود طلاق و این پسر هم طلاق نداده باشه، به هیچ عنوان او نمیتونه برای شوهر دومی بگیره. اگر طلاق گرفته بود، رفت شوهر دومی گرفت و این پسر هم حق نداره دعای بد بکنه، دوستش داره، برای از او هم دعا میکنیم که خداوند جل جلاله او عوض از او برای از او بهترتر عطا کنه. اگر پسرم هست، اگر دخترم هست، الله سبحانه و تعالی موافق میلنا و موافق به شریعت مقدس اسلام. ما به منجی توصیه برای پسر و دختر دارم. من همیشه در صحبت‌ها خود یاد میکنم که متاسفانه امروزه بعضی از دخترها با کاکل بچه بازی میخورن و بعضی از بچه‌ها هم با یک کرشمه از او دختر بازی میخورن. دین بحث کاکل و کرشمه نیه، ناز و ادا نیه. دین ازدواج باید خشت اول از او بر مبنای دین گذاشته باشه و دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم هم اینه که فضل فر به ذات دین. وقتی دین انتخاب شد موفقه، اگر سه دیگر انتخاب شد و غیر دین انتخاب شد داره باید یاد. پس خشت اول خواهر و برادر، پسر و دختر، اگر کج گذاشتیم خشت اول گر نهد میمار کج، تا سوریا میرود دیوار کج. به سوریا هم نمیرسه، به سوریا هم نارسیده، یک 4-5 متر که بالا رفت سقوط میکنه. بنابراین پس
خشت اول را که میگذاریم، مسئله دین را مد نظر بگیریم، خداوند همه مشکلات را حل میکنه. خیلی ممنونم جناب مولانا. ما گفت سوال ها باقی مانده، اما احمد جان و محمد جان میگن یک دقیقه بیشتر وقت نداریم. پایین صحبت شما رو با بینندگان عزیز در یک دقیقه اگر خلاصه بفرمایید. به طور خلاصه و فشرده خدمت همه عزیزان اینه که خواهر و برادر، ما و شما وقتی که اندک سفری داریم، وقتی حرکت میکنیم به داخل میدان هوایی، پرسان میکنیم که چقدر بار اجازه میدن، وقتی وزن بشه چقدر اجازه داده میشه. ایر به چی واسطه پرسان میکنیم؟ تا در مسیر راه اذیت نشیم، تا در مسیر راه مشکلات نبینیم، تا در مسیر راه خلاصه برای شما باعث رنج و آزردگی قرار نگیره. ما و شما خواهرم، برادرم، همه عزیزانی که صدای مر میشنون، بسیار راه عجیبی در پیش داریم. راهی که هم زیباست هم خیلی راه خطرناک. قرآن عظیم و شان اشاره میکنه کسانی که اعمال را انجام میدن که سبب دخول نار میشه، فقط اخزیت. اعمال زشت رسوایی تنها در دنیا نیه، اعمال بد، نفس بد تنها انسان را به دنیا رسوا نمیکنه، بلکه این نفس رسوایی در دنیا، در برزخ، در محشر و در جهنم. اما اگر نفس نفس مطمئن نشد، نفس زیبا و جمیل شد، در دنیا هم عزتمند و در آخرت و در حشر و در بهشت. پس بناهن تلاش شب و روز ما و شما ای باشه که به سراغ ای باشیم که نفس خود را از آتش جهنم و از آتش ابدی خدا نجات بدیم. الله همه ما و شما را عامل به کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بگرداند. خیلی ممنونم جناب مولانا، تشکر میکنم از حضور شما در این برنامه، از اینکه وقتتون رو در اختیار ما و بینندگان عزیز گذاشتید، و همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز که تا این لحظه صبوری فرمودید و ما را یاری کردید. منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما از راه های ارتباطی برنامه در طول هفته هستیم، و در پایان عرض دیگری نیست جز اینکه همه شما عزیزان رو بر راه مطالبه سپاریم. الله یار و نگهدارتون.